سلام برسه دکتر صاحب، صدای من درست دارین؟ خوب هستین؟ چی من آورین؟ شما صحت شما سلامت؟ چطور هستین؟ خیلیات سلامت باشین دکتر صاحب. دهی آخر کتاب من بیگناه هم تو بدگمانی را که دکتر صاحب صبور سیاسنگ زحمت کشیدن و گردآوری کردن، واکنش هایی که در رابطه به کتاب اول بود و در ضمن مصاحبه از شما داشتن در قسمت آخر کتاب، شما او کتاب مکمل به دستتان رسید، خواندین؟ آن چی که جزئیاتی که در کتاب بود شما کاملا موافق هستین با مصاحبهش؟ کاملا موافق هستم، چیزی که گفتیم سر مقب استاد هستم. بسیار خوب. در این روزای آخر یکان بعد از اینکه کتاب تازه شده یکان واکنش وجود داره در بعض موارد کتاب، شما میشه در بعض جزئیاتش پاسخ بدین به سوالایی که مطرح شده؟ مثلا یکی از سوالا در رابطه به سیاستمدار خوب و سیاستمدار بعد است که شما یاد کردین در قسمت که به نظر شما سیاستمدار خوب افغانستان کرزی بوده و بدترین سیاستمدار دکتر نجیب بوده. اینجا سوالای طرح شده که آیا کرزی به خاطر که از قندهار از شما را براعت میتین و چی ویژگی های داره به نظر شما؟ و در ضمن آیا چرا دکتر نجیب، آیا کدام مشکل شخصی داشتین امرایش یا ای که در مجموع چطور شما را قصاب یا مثلا مفسد وقتی که گفتین، چی دلایل دارین برازی؟ ما با هیچ کس دوستی و قدر زیاد ندارم و اگر داشته باشم هم چیزی که حقیقت باشه اونم گفت ارسطو افلاطون است که ارسطو شاگرد افلاطون بوده و در بعض موارد مخالف بودم رای استاد خود و مردم بهش گفتن که تو او شاگرد از او هستی و او را باید دوست داشته باشی. گفت من او را دوست دارم، احترامش دارم، لکن حق و حقیقت بیشتر از او دوست دارم. دیگه در مقابل حق و حقیقت این را بگویم که هیچ کس نمیتونه که چی کنه. ما با هیچ کدام از اینا اینقدر نزدیک هم نیستم و اگر باشم هم حقیقت دوست خواهد داشتم و با کسی که دشمن هم باشم دشمنی ما موضوعش با کلی جدا و ما با چیز اوضاع زندگی و زندگی و اکثر عمل خود انسان در مقابل اما حوادث زندگی و اینا ای مربوط است با مو شخصیت اشخاص و با امو کارهایی که اونا با او دست میزنن و عملی میکنن در زندگی خود با اونا مربوط است. ما در کدام مورد مشخص مرا میگن که ما باید با یکی این یا آن ما دشمن باشم؟ مورد بشه شما برای ما بگوین. خب موردی گفته نشدن، اونا با رویت گپ های خود شما میگن که وقتی که از شما سوال شده خوبترین و بدترین سیاست مدار افغانستان به نظر شما کی بوده، شما دو شخصیت نام بردین که یکیش کرزی است به مسابقه خوبترین. نه نه نه، من یک دفعه فقط در مورد کرزی برای شما میگم. کرزی با ما یک مقدار خیشاوندی داره، لکه خیشاوندی با کلی جدا یک چیزی هست. کرزی یک هموطن ماست، همشهری ماست. برای اولین و آخرین دفعه در خانه ما آمد و باب زیک ما قبولش کردم که از ریاست جمهوری خلاص شده بود. گفت میایم به خانه، گفتم هزار کرد بیا همینجا آمد برای یک چند دقیقه با هم شدیم همینجا دیدمش. دیگه بیشتر از این یعنی نه دور است از ما و نه نزدیک است به ما و قدر که ما حقایق چی کنم. ویژگی هایی که داره که شما به مسابقه خوبترین سیاست مدار رو میشناسین، خوبی هایش چی بود؟ ما امیر ما میخواییم برای شما توضیح بدم. ما امیر شخصه ببینین دو دوره دو سال یادم به صورت موقت حیث رئیس موقتی جمهوری افغانستان چی شد تعیین شد کار کرد. یک دفعه این انتخاب شد و برای چهار سال پنج سال هم یادم کار کرد. بار دوم همین مردم انتخابش کردن، مجموعا دوازده سال هم یادم کار کرد.
در آغاز این بیانیه داده بود که ما افغانستان را میخواییم که ما در بدخشان برم از ربانی رای ببرم و ربانی در قندهار بیایه، در قندهار ای از ما رای ها را ببره. یعنی ما اونست افغانستان را میخواییم که در همه جای، یعنی ما دلپذیر باشم. در 12 ساله که بوده به هزار جا رفته، به کجا و کجا، به همه جای رفته، فقط در قندهار سرش سوی قصد شد مگر نجات یافته زمو. فقط در قندهار او هم نفرایش معلوم است که باید به اونجا چی کده باشه و چرا یه چیز معلوم است، اما 12 سال می آدم بوده. این حال هیچ کسی هم تو چی نیست که برای 10 سال 12 سال اما قدر محبوب و مقبول باشه، با 3 زبان، با پشتو، با فارسی و با اردو، با انگلیسی، با می 4 زبان امی آدم انطور مسلسل گپ میزد و بی تکلف گپ میزد. حتی ما خارجی ها رو دیدم که از روی کاغذ از انگلیسی میخواندن، از روی کاغذ میخواندن، امی آدم از یاد بیانیه خود میداد. ما اون چیزها رو هم دیدیم، بیانیه های از امی آدم هم شنیدم. یعنی وقتی که ما میگم که امی آدم خوب هست، مثال از این رو ما در طول تاریخ ما نمیبینیم که امون ترک شخصی اما خواه محبوبیت دم و تمام دوره خود داشته باشه و 12 سال مسلسل چی کنه. بلدی که این حال موجوده رو ما میبینیم که رئیس جمهوری موجود چیست، بیشتر از چی بوده و چه ترتیب استقبال میشه، قبول میشه. یعنی نه دشمنی با اینها دارم و نه دوستی عجیب غریب با او داشتیم. ما با حقیقت دوستی دارم و چیزی که حقیقت بوده ما رو کنیم. کوچکترین چیز دیگه ده و بیروادید ما و زود زمانی که رئیس جمهور بود قطعا که نشدم، حاضر نشدم که او را قبول نکدم و نه او خو گفت که من میایم. اما وقتی که خلاص شد خودش گفت که من میایم به خانه. گفتم 2000 کرد به خانه ما. آمد هم میگه برای 15-20 دقیقه نیم ساعت هم میگه شیش تمور فیمو اکسا گرفتیم با همون جا بگه هیچ کدام چیز. اما آمدیم سر موضوع دکتر نجیب. خب یه گفتنی در این قسمت کرزای ما بازم ببخشین، باز میاییم سر دکتر نجیب. خواهش بکنم، خواهش بکنم. یک سوال کوتاه که شما نمیدانم به نظر شما دولت را که کرزای واگذار شد به اشرف غنی، بله، آیا یک دولت خوب بود؟ یعنی بقایایی که به دست غنی رسید آیا یک دولت مافیایی نبود؟ آیا یک سیستم بسیار تباه شده که میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر شد به شکل درست استفاده نشد، همش پس کشیده شد، به بانک های شخصی رفت، به نظر شما آیا کرزای ایجاد از این سیستم کوتاهی نکرده و خودش دست نداشته؟ یک چیز من برای شما بگویم، ما در سیاست اینقدر زیاد وارد نیستم. در این مسائلی که اینا چی کدن کرزای قدم به قدم همراهش ما بوده باشم و کدام کارها را خوب کده، کدام کارها را بد انجام داده، ما بسیار فاصله داشته بازم آدم. ما گفتم که به سیاست چندان علاقه من نیستم، رادیو را به دقت نمیشنوم، همین خبرها و چیزها را ما زیادتر، اما علاقه که ما به ادبیات دارم، اما علاقه که ما به موسیقی دارم، به مطالعه عمومی اطورنه که با یک چیزه، نه با یک رشته خاصی، نه میخواییم که متخصص شوم. در تمام زندگی هم میره نخواستیم. پس میشه که در میجا یک دیگر متخصص به یک چیزه شوم، این رو ما هیچ وقت نخواستیم، لیکن خواستیم که از همه چیز کم کم هم تو بفهمم، که از همه چیز لذت برده بتونم، در هر مجلس بشینم اگر یک چیزه در اظهار نظر در یک مورد کده نتونم، حد اقل یک کسی دیگه که استفاده میکنه یک مطلب است، ما استفاده خوب از او کده بتونم، اما خدر بودو چی یاد داشتم. این حال این موضوع که این در کجا بوده و چی کده و چی نکده، پیش از این چی کده بودن، بعد از این چی تو شدیه، این حال ما نه مکلف هستم برای از میکار، ما فقط همی 12 سال بوده نزیره مقایسه میکن با تمام کسایی که 10 سال و 12 سال بودن. حوادثی که در اون وقت هم تو واقع شد اما حوادث اما قضیات نبود مثل که آله هست همی چیز. یعنی اینا رو قضاوت مره شما یک چیز عجیب و غریب بسیار علمی هم نگیرین دیگه.
درست. یک دروغ میشه که ما یک شوقی اما خیلی یک چیزی که زمین وطن هستم اون مخابرات رو چیزی که میشنم یا ببینم اون امور زمین حدود چی میکنم این که در خیال خفا چی کده و چی نکده 12 سال شما برای ما یک کستگر نشان بتون که کمترین حوادث در دوران واقع شده و کمترین کس از دیم کمی بیانیه ها را با مو فتاحت و بلاغت به فارسی و به پشتو و به انگلیسی داده باشه با ملاقات ها کده باشه بوده اونجا امیال این حوادثی که ما میبینم به هیچ وقت امیل قم حوادث نبوده بفرمایید خب میشه خیده ما بتین صحبتانه در رابطه با بدترین سیاست مدار این ای موضوع کرزهی بود موضوع کرزهی را به شما بگیم که نخی شاوندی به اینجا چی داره نه دوستی عجیب و غریب نسبت به دیگران همگی برای ما افغان ها به یک چشم اینا را میبینم همگی از اینا به دل ما جای دارن چیزی که یک چیز بعدی که از اینا سر میدن ما فکر میکنم که اینمی از ما سر داره برزی که هم وطن ما سکر از این خاطر ما همین موضوع نقاضت یا طرفداری یا بیترفی اینا را شما بسیار زیاد ترسم تو جدی نگین که حتما یک چیزی بوده که ما یا اومدیم سر موضوع دکتر نجیب ما منیزا جان یک چیز بر شما میگم برای دیکی موضوع هم تو واضح شوه من در فاکولته حقوق و علوم سیاسی درس خواندم در فاکولته حقوق و علوم سیاسی در صنف اول و دوم تمام محصلین یک نوع مضامین اینا میخواندن تمام مضامین مشترک بود ما بین ما اگه 40 نفر 50 نفر 60 نفر هر قدری که بودیم مضامین ما یک رقم بود در صنف سیوم ما با 3 قسم تقسیم می شدیم در صنف سیوم که ما بودیم دیپلماسی اداری اقتصادی دیپلماسی با وزارت خارجه می رفتن اداری در اداره های ملکی در اینا کار میکرد البته در اداره وزارت داخله بود که در اینا کار میکرد و اقتصادی در وزارت مالیه بود وزارت تجارت بود در بانک ها بود در اینا کار میکرد اینا. امی سیسه ما تا صنف دوم خواندم باسته که در صنف سیوم آمدم تقسیمات اونا میکردن خود امی کسایی که در رأس فاکولته اداره فاکولته اونا بودن اما اونا تقسیمات میکردن در اون تقسیمات مرا به دیپلماسی تقسیم کرده بودن رفقای ما به اقتصادی رفتن و به اداری رفتن ما یکی خواست خاطر رفیقا که از اونا جدا میشم یک موضوعی بود اما دومش موضوع اساسی فقط اینوی بود که ما از طفولیت از وقتی که دست چپ از راه شناختیم با سیاست و سیاست مدار هر دو بد بودیم بزدی که سیاست مدار هم در افغانستان هم در پاکستان هم در هندوستان و در کشورهای جهان سیوم و در کشورهای عقب مانده در این منام من مطالعه کرده بودم با سیاست مدار مخالف بودم خلاص با سیاستشان هم مخالف بودم امیان هم در پاکستان ما فکر میکنم که هیچ اطوان سیاست مدار وجود نداره در افغانستان سیاست مدار اصلا وجود ما هم تو فکر میکنم ایچی نیست رفتی مقصد ما هم رئیس سیاست خوب نبودم اما اونجا ما رفتم به پیش رئیس فاکولته برش گفتم که ما برای با شق دیپلماسی روان کردن که سبا روز ما در وزارت خارجه میرم ما به وزارت خارجه هم علاقه ندارم و به دیپلماسی هم علاقه ندارم ما میخوان در اقتصاد برم گفتم برادر مردم همونجا واسطه میکنن و پول لیوید رشوت میتن و چی میکنن میمانی ها میتن که به یک ترتیب خود به دیپلماسی داخل کنن و تو از اینجا پس میخوایی گفتم ما همین نظر شخصی مست خلاص باز مره به شعبه اقتصادی روان کردم در اونجا ما همین 2 ساله یعنی به یک حساب ما فاکولته اقتصاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی شق اقتصادی را ما ایره خلاص کردم اینا را از امون به بعد بسیاری کسا که میگن که ما نوازش کردیم ناشناسه به اساس نوازش خود ما ایره به حیث دیپلومات روان کردیم این نوازش نبود به هیچ وجه نوازش نبودم کسایی که میگن چنانچه دم یکی از مراسم شما هم تشریف داشتین به نام صدیق وفا یک نفر خیست همونجا گفت که کتزنا ما اقب مهربانی کردیم با وجودی که یادم حزبی نبود ما ایره به
سرچی روان کردیم، به مسکو روان کردیم و در اونجا آرام بودیم. اینا رو ببینن که همی موضوع تا چی هده. اگر می نوازش باشه، همی ببرک کارمل، اناهیتا را ترزان، محمود بریالی، دکتر نجیب، عبدالوکیل، امینا، به حیث سفیر کبیر افغانستان به کشورهای غیر سوسیالیستی که با اونجا روان شدن، هم میروانی به حق از اونا هم شد. چرا اونا میگن که به حق ما ظلم شد؟ به حق ما ظلم شد بود که مرا با اونجا روان کن، برازی که خانم ما مرا اخطار داد که به حض داخل نمیشی و سر از اونا اصوب تا شام فکاییات گفته میری. اگر از خاطر تو یک روز ما و اولادا بندی شویم همی به زندان بریم، جواب زیر چی میده؟ بگه گفتی اینا رو اختیار به خودت است، اگه را بره خود پیدا میکنی خوب، اگر نه کدام روز اگر در خانه بیایی من نباشم و اولادای من نباشه، قصور از خودت است. و یه ترسیدم خودی برای من اختیار عادی نبود که این اختیار داد برای من. گرواستی هم در وقت یکی دو نفر اموتر بودن که رفتن، نامایشان رو نمیگیرم، خانمایشان رو به شمول اولادایش فرار کنن. باز از خود نفرم در خوادم کار میکن. خب دکتر صد، دمو وقت شما چرا نمیخواستین که از افغانستان براین، یعنی شوروی رو قبول کردین که برین؟ ما از افغانستان وطن ما بود، افغانستان وطن ما بود، ما نمیخواستم که برای ما، میخواستم که در افغانستان باشم. شرایط قسم آمد که هیچ راه دیگر نبود، هیچ راه دیگر نبود که باید کنم. خیود شبگردی بود، نان میخواستم برای یک نفر به عنوان نمایندگی از خانه خود، پنج نفر بودیم، یک نفر میرد برای نانوایی میگفت که ما پنج نان کار داریم، اونا گفتن برای یک نفر ما یک نان میدیم، هر پنج تان باید بیاییم. چهار صبح خیود شبگردی خلاص میشد، هر پنج ما باید میرفتیم، اما پنج نان برای ما میدادن. یعنی شرایط نیرد از خانه که مبر آمدیم، خداحافظی هم را اعضای خانه میکردیم که دیگه ما پس بیاییم یا نبیاییم. اعضای خانوادگی خداحافظی میکردن که باز با هم ببینیم یا نبینیم. خب دکتر صد، برمیگردیم پس به مون سواله که در رابطه با دکتر نجیب بود. چی مشکل شخصی آیا داشتین شما با دکتر نجیب، یا تجربه تلخ داشتین، و چرا به نظر شما از جمله بدترین سیاستمدار افغانستان بوده؟ اینال من بدترین شما بر شما بگویم. من اگه ادعا دارم در زندگی خود، من یه جان یک چیز برتان میگم که 85 سال زندگی مکدیم و در تمام زندگی خود من یک دروغ نگفتیم. و اگر یک نفر حاضر شو بگوی که اینمی دروغ برای ما گفته یا می لاف برای ما زده، من هر جزایی که شما تعیین میکن برای ما تعیین میکنین. یکی، در زندگی خود هیچ کس فریب ندادیم، چا برای کس نکندیم. اگر کسی آمد گفتی اینمی فریب ما رو داده بودی، من حاضرستم هر چیزی کنین. به هیچ کس صدمه نرساندیم در زندگی خود، یک پول از کس نخوردیم در زندگی. پیسه ما را خوردن بسیار زیاد، نامایشان هم میفهم تمام چیزا، هیچ چیز هم به هیچ هم را نادیده و ناشنیده میگیرم، هیچ اصلا چی نیست کرد. مگر ما چی نکریم؟ ایره من یه جان، شما تصور کنین که شما حیثیت اولاد ما را دارین، تصور کنین که شما ما هستن و ما شما هستم. بعد از این چیزی که سر ما آمده، ما میره بر شما قصه میکنم. اگر شما باشین امیره چی میکنید؟ من در ماسکو بودم، در ماسکو دهمین سالگرد کودتای ثور در اونجا تجلیل میشد، در هتل ارباط. ما اونجا استاد بودم در جمعیت تمام اعضای سفارت و کدام نفر آمد از یک نفر به خلیم پرسان کده بود که می ناشنا صادق فطرت بین شما کی هست؟ او طرف من اشاره کرد، نفر آمد من رو گفت که امینا کار دارن شما رو. رفتم، یک نفر بود گفت جنرال ما پریش و آمده از کابل و از دکتر نجیب پیغام بر شما آورده. من گفتم خب بفرمایید چی کنم. من گفت سبا در جاده گورکی در هتل ناسیونال ساعت 3:30
من منتظر شما می باشم اونجا شما تشریف بیارین در هتل اونجا جنرال هم می امروز شما گپ می زنن درستش کردم این چیست ایران بانم که حالا من این موضوع رو من برای کی بگویم در تمام اعضای سفارت من کسی دیگه یک تر دیگه که به سفیر برم بگویم همی چیز رو یک کسی دیگه بگویم هیچم تر در کلیم نگست منطقه یک نفر به نام بسم الله بود او از همی اهل تشیع قندهار بودن در توپخانه زندگی میکنن اما دوست ما بود اما را رفتم در گوشه گفتم اینه تو را گفت جانان چطور کنم من کدام دام نباشه برای ما کدام ججال نباشه سبا روز با نکنم مسئول نشم همین که به عنوان دیپلمات روان کردن مرا مصیبت رو برای ما خیال نکنم او به چرت رفت من رو گفت آقای میتره کار کن که سبا صبح اولین وقت به شعبه خاد خود برسان به نام عبدالشکور امو جوان هستم اونجا امرازمو جدا تنها که تنها باشه یا اگر تنها نباشه امو جو باش تا که تنها شوه برای از ما همه گفت یاد کن که اینه ترک گفت است شکر بسیار به چه نازنین است بسیار خوب خوب گفت دید بگه برای کس نگو گفتم خوب درست شو آمدو فقط برای خانم خودم قصر کردم گفتم این ترک گفت بود خوب خانم دیگه چیلی اظهار نظر نکد نفهمید که چی گفت سبا صبح رفتم برای می نفر شکر جان از قصر رو گفتم گفتم برادر دیروز همون ترک گفت شد کدام جنرال آمده از اینجا و از دکتر صاحب نجیب کدام آواز آورده بگه من میرم اونجا کدام جنجال نباشه یه آمدم موضوع رو برای شما گفتم بسیار یادم خوش شد گفت بسیار تشکر که آمدی همین موضوع را به امرای ما شریک ساختی بیغم برو هیچ کدام گپی نیست من نفر معذق میسازم که به تحقیب شما باشه که اما جا حاضر باشه از فاصله دور همین صحنه رو ببینه که چی گپ است ساعت 3:30 من اونجا رفتم دست سر فرشانه ایم آمد سعی کردم امون نفر دیروز بود مرا در داخل هتل ناسیونال برد در اونجا در لفت سوار شدیم و مندل اول بالا شدیم اونجا و کلیار از جیب خود کشید در گفت آقا واس کرد اونجا رفتیم میزه که گرد بود یک چاینک کلان کرد یک پوشت که در سر پوشت در سرش بوده همه هم سرش ماندگی بود اما اونجا کشیدم گفت جنرال صاحب میای حاله یک دو دقیقه سی دقیقه بعد جنرال صاحب آمد آدم خوش قیافه در حدود 55 سال به نظر ما آمد آمد شیشت فوراً هم تو چی کرد فوراً هم موضوع رو مطرح کرد گفت ما پریشه و پیش پریشه و از کابل آمدم و دکتر نجیب برای ما یک پیام داد که برای بر شما برسانم تون بفرمایی گفت شما در سلسله آشتی ملی که سیاست یه وقت بود و با گربچو در او وقت رئیس جمهوری شوروی بود امو امی پیشنهاد برای ببرک کارمل کده بود که به آشتی ملی باید چکن برای دی که پدرها و مادرهای اولادهایی را کلوان میکنیم اونجا برای کمک و برای جنگ و برای زنا یک وقت به مولوان روان میکردیم که اینا جنگ برای امریکا هستک اونا میرفتن اونجا کمک میپسک اونا که رفتن در اونجا تلفات دادن پس آن برشان معلوم که جنگ اوان با اوان هست امریکا در اینجا هیچ چیز ندارد اصلیه امریکا مرضوش جدا فکر کن خود امریکایی در جنگ وجود نداره افغان با افغان جنگ میکنن دیگه ما به کمک افغان ها رفتن و افغان ها را کشتن میریم یا اونا ما را میکشن اینا که از این خاطر دیگه گفت که چیز ادامه پیدا نمیکنم ما را پدرها و مادرها ملامت میکن که حکومت نمیسه چی میکنه ما را بازی میده یا خود بازی میده چی میکنه خب برای کارمند پیشنهاد کردن که باید بی چیزی کنی همراه از بنا باید داشتی کنی ما کارمال بخیلی میگفته بود که ما چطور که تیز ملایی که ما تا دیروز رو گفتیم که اینا گرگ خون آشام هستن و اوستن و اوستن و نفرهای امپریالیزم هستن حالا ما چطور همراه از بنا چکم شد خب بالاخره بخیلی ما که دکتر نجیب معذف ساختن که تو خیمه کار بکن
دکتر نجیب هم همین چیز قبول کرد خلاص، اما چیز برای از اینا اما چی سپورت. به هر حال دکتر نجیب رئیس جمهور شد، رئیس جمهور شد و رئیس حزب هم شد. اینا او اول زمان کرده بود که به سلسله آشتی ملی خانم دکتر نجیب فتانه نام داره، او خیشایی با سراج خیل داره، امیر شهید حبیب الله امرای زمان ها کدام چیز داره. خب بخیرم برش گفته بود که پترت کتیمی سید احمد گیلانی بسیار نزدیک است، دوست نزدیک است. در سلسله آشتی ملی هیئت‌های مختلف روان میکنن برای اعلیحضرت جذابه روم، برای کسای دیگه هم و تاییزم برای ما هم امیر روان کردن. در حکومت چیز مجاهدین هفت گروهش که در پاکستان بودن، هر بار برای سه ماه رئیس موقتی امو مجاهدین امو نفر به حیث رئیس جمهور یا رئیس خلاص مقرر میشد. گلبودین نوبت خود تیر کرده بود، ربانی نوبت خود تیر، نوبت سید احمد گیلانی بود. مرا نجیب موظف ساخته بود که ای باره به پاکستان امی موضوع آشتی ملی را امیر مطرح کنه و بگوید که یعنی ما حاضر استیم که با شما بشینیم و صحبت کنیم و تقسیم امی قدرت و اینا به یک موافقه برسیم که با اتفاق هم امی کار شروع کنیم. ما ایران موندم که چیزه، ما از اینجا با پاکستان برم چی رقم میشه، چطور شده میتونم. ما برای جنرال گفتم جنرال صاحب یک گپ برتون بزنم، ما دیپلومات نیستم، ما دیپلومات نیستم و نبودیم و با سیاست هم میانه خوب ندارم، معلومات کافی ندارم. در میسته دیگه برای ما بسیار مشکل میشه که ما همونجا ما برم. اول از اینجا که ما میرم، اگر ما به نام اصلی خود نرم، به یک نام مستعار برم، اونا مرا به ویدیو و در تلویزیون و با برود به برود با دریشی رسمی با لباس افغانی به هر شکل دیدن فوراً میشناسن و نام ما افشا میشه و به دروغ چی میشه ثابت میشه و جا این امکانش نیست که با قیافه اصلی خود برم، با نام اصلی خود برم. از اینجا رفتن ما به پاکستان خطر هم برای ما داره و هم اینجا برای اولادا و اینا که اینا بی پدر میمانند و مجه بیتان ترور کنن مرا و چیزا دیگه. ایره باید چی چی گفت خودت برو تو هم فکر کدم ایسه که چی راه برید انتخاب کنیم. ما هم فکر میکنیم. یک کارت برای ما داد، گفت اینی کارت بی تلفون ما در اونجا هستک و به کارت چی. هر وقت که چی شد یک فکری به نظر تامد، یک راهی به نظر تامد برای ما بیا بگو به چشم خلاص. خداحافظی کردیم با هم، خداحافظی کردیم. آمدم در خانم حضور گفتم گفتم این از این قرار است. خب برسا دیگه خانم اظهار نظر نکرد، گفت تو بهتر میدانی چی داره دیگه ما چی نمیدانی. من ماندم این موضوع، ماندم که هیچ امکان نداره هیچی که با اونجا با برون بود چکر من میدیدم و لازمم نمیدیدم. من امیر هم میفهمیدم، خبرها رو میشنیدم، من خبرها رو میامدم برای سفیر و اینا اطلاعات رو میدم به زبان اردو، به زبان انگلیسی، به زبان روسی، زبان های مختلف هم رادیوها و یا رو میشنیدم سبا صبح میامدم برای سفیر و برای اینا اطلاع میدادم. خلاص این موضوع ماند، این موضوع ماند. در میزم تقریبا یک 15-20 روز یک ماه تیر شد، یک ماه گذشت و سفیر برای ما گفت که دکتر نجیب رفته بود، نمیفهم ملل متحد رفته بود، یوگسلاویا رفته بود، کجا رفته بود، پس میایه، پس آمده در هتل است، صبح صبح ما میریم برای مشایعتش تا میدان هوایی، میرم افغانستان. دیگه اعضای سفارت باید برن. گفتم خب درست است، رفتیم میدان هوایی. رفتیم ساعت 6 صبح بود یا قطار استاد شد. من همیشه در قطار استاد که می شدم آخرین نفر من استاد می شدم، برای زیکی حزبی نبودم. اونجا یک دو نفر بودن که
از اونا بعد از اونا شنید. از برادرای هزاره ما بودن، یکیش آشپز بود، دیگهش موتروان بود. ما بعد از اونا ایستاشون بینید، یعنی اول نفر دمی قطار دمی آخر، از طرف آخر اول نفر ما بودم. اونا هم بودن که ما را خجالت نتیب چطور که خوب حرف رد دیگه. اول موتروان شد، دوم باز آشپز شد، سیم ما منجا ایستادم. باز دیگه دیگهش دیگه تا سفیر امی قطار میرسید که نزدیک تیاره بود. دکتر نجیب آمد امروی یک نفر بستاد، امروی نفر دیگه موتروان، امروی آشپز بستاد. نوبت ما که رسید یک دست گرفت و دست دیگر با ناف ما گذاشت و مرا ده قدم بشتر از قطار برد. در اونجا شبرنادزه وزیر خارجه شوروی او اشتاد بود، تنهی در پالوی از او اشتاد بود، پنج شش نفر دیگر بودن، اونا را نشناختم که اونا کی بودن. اونا در اونجا منتظری از امی چیز ماندن که یکی دکتر نجیب مرا بشتر قطار برد. این نظرها کلگی در مقصار کشد، کلگی طرف ما کی چی شد، چی گپ است. در قدم بود فطرت آقا ابتکار پخبل لفت که واخله که پاکستان نکیزی انگلستان تا بلارسه، لندن تا بلارسه، اتا لفات مگیلانی سره وگوره آقا با تا وصل کی پا تلیفون کی دا گیلانی صاحب سرسه. اگر بین روستان رو بیاد چه پیزه کار بی؟ همین چیزه گفت که ابتکار با دست خود بگی، با اگر با پاکستان رفتنت نمیشه با انگلستان برو، فاطمه گیلانی ریه دخترشه امور امروش بی بی، او میشه که شما را از روی تلیفون هم صحبت بسازه و همین گفای دم جبرز مطرح کنچه. اینجا دیگه جای دلیل دلیل گفتن نبود که ما که اونجا بروم چه بگویم، امی کدام چیزا را موضوع آشتی ملیست هست. اونا اول در میز دور شما که شما یک جای میشینن نمیشینن، ما خوشونیدیم که اونا حاضر نیستن از امرای شما بشینن. و باز شما کدام اداره ها را برای زنا میتن، کدام دفترها و یا را برای خود میگیرین؟ این چیزا این نمیشد که در اونجا بحث شوه. بریدی که کل نفر اونجا ماتل بودن، از یک تر کل سانه ما سعید میکدن. ما چوب ماندم، خلاص مرا پس آورد به قطار، رفت به تیاره بلند شد. من یه جان شما برای یک دقیقه فقط تصور کن که ما نه شما هستن، به میحال شما باشین، امی چی میکنین به میحال؟ ببینین ما چیز از این به شما بندرد آقابت از این موضوع رو به شما بگیم که چی رقم میشه چیز. اولا ما هیچ نوع صلاحیت نداشتم و هیچ نوع اختیار برای ما داشت که ما که ما بیشین آمرایشان برای سید آمد گیلانی بگیم که حکومت حاضر است مثلا برای شما اینی مقامات بده. اول شما حاضر استن که برای دور یک میز بشینین یا نه یکی، و دوم امی چیزا را که شما میشن شما چی چیزا را میخواین امرا لطفا برای ما بگوین که ما باز برای خود دکتر نجیب بگوین که اینمی مقامات شما میخواین. به چیزی که من شنیده بودم که اونا یعنی دکتر نجیبشان وزارت دفاع را برشان نمیته، خاد را برشان نمیته، وزارت داخله را برشان نمیته، وزارت خارجه را برشان نمیته، برای اونا فقط ریاست پوهنتون، وزارت عدلیه و اینمی چیزا را میته. یعنی این برای ما گفته نشد، ولی فقط به آوازه ها شنیده بودم که بسید یک چیزی هست. مگر ما امیر شنیده بودم که اونا اصلا حاضر نیستن که به دور یک میز که چشان بشینن. به هر طور که جای استدلال چیزی نبود. این حال امی گپی که برای ما چی گفت، ما تلفون کردم برای زمو نفر. امو وقت ما برای زمو روسی برای جنرال گفته بودم، گفتم ما این موضوع برای سفیر صاحب بگویم یا نگویم؟ گفت نه نگو. ما گفتم ما یک کسی را گفتیم همی چیزه به سفارت. گفت خیر است، کارت دمو کارت نام اصلی من نیست، نام اصلی من نیست، خیر است پس نمی کنم دیگه. به هر صورت خب به هر حال دکتر صاحب شما در موقعیتی که قرار گرفته بودین که نجیب بله. از شما این توقع را داشت که شما باید برین و پیام ببرین و دوباره پس به نتیجه برسین و برگردین بیاین به افغانستان.
خود دا چی یک موقعیت فکر می کردین که آیا من حیث یک جاسوس شما میرین، من حیث یک عضو کی جی بی شما میرین، یا من حیث یک نماینده دولت افغانستان شما میرین؟ شما همون وضعیت روانی که بر شما خلق شد برداشتتون چی بود؟ من یه جان به اینجا بسیار بد حالت ما داشتم. هیچ ما یعنی ما فکر میکنم که یک نفری که امو امی 5% کلیش درست کار کنه امی چیز قابل قبول نبود، به هیچ صورت، به هیچ صورت قابل قبول نبود. ما این حال برای شما بگیم که چی میشد اگر امی کار ما اگر قبول نکردم باید چی میکردم. اول باید به کی جی بی میرفتم، جنرال کی جی بی بود، به اونجا باید میرفتم. ما پاسپورت خود باید میدادم، پاسپورت مرا به سفارت پاکستان میبردن همونجا، یا مرا میگفتن که تو برو خودت به سفارت پاکستان اما چیر ویزی خودت بگی برای پاکستان بگی. یکی همی چیز بود. بعد از او برای ما تکت رفت و آمد ای گرفته میشد، یا پیسیش برای ما داده میشد یا خود از اونا میگرفتن تکت برای ما میدادن. یک مقدار پول که ما در اونجا کار میشه به رستوران یا به هتلی که ما می باشم، به تاکسی که ما میرم در هر جایی که میم پس میکنم ناره با رسید های همه چیز اینا رو باید من میاردم از اینجا پس کرده خود، به دفتر کی جی بی باید میرفتم، این همی چیزها رو کلی حساب ها رو باید بشون میدادم که اینی کار رو کردم، اینی کار کنم، اینی هم مطرف شد، این چیز تمام چیزها رو همینا رو میگفتم اگر زنده میتونستم بیایم از اینجا پس. یعنی همی کار از یک کده پستر کار نمیشه. چرا نمیشه؟ ما بر شما بگویم چی ده. دکتر نجیب از امی اول حاجت نبود که اول چرا برای جنرال کی جی بی برای ما اول بده. یکی چون خودش نوکر کی جی بی بوده، گوش به فرمان از امونا بود، قدم به قدم ایشان کل چیزار شد که میخواستن که ما هم یکی از امونا شو. ما باید دامونجا میرفتم از پاکستان که می آمدم پس اگر زنده می آمدم امی تمام حسابا رو باید برشان می دادم که در هتل چقدر مصرف کردم، در تاکسی چقدر مصرف کردم، اینی رسیدایش از تمام چیزا. و کسی که دور و پیش همونجا مرا می دم یک دوستیه باید برای من می فتادم اونجا. خب ما بین ما و یک جاسوس کی جی بی تفاوت چی بود؟ اینا رو شما به جای مثل من اینجا جان شما بی چی میکردن بگوید؟ نه واقعا شما خوبترین تصمیم گرفتین. احتمال داره که به نقص شما بسیار زیاد در موقع تمام شده باشه. مگر شما امی پستی از امی مستعبی دفر نبودم امی کار چرا این دهد که ما میکرد؟ یعنی ایم ببینه چرا شما رو انتخاب کرده بودن؟ بله من ایجان یک کپ مره بشنوه دکتر نجیب میتونست که تلفون کنه برای ما که بیا کابل. در کابل با یک موتر بسیار عادی، با یک سرویس بسیار عادی مره با پاکستان روان میکرد با ایسان نماین بیخود با کمال مایز میرفتم، سرم میرفتم، میرا هیچ نمیدم، همونجا می مذاکره رو میکردم رای سید آمالی کرد. لیکن پستی از می آدم همی تو مر از ماسکو به ویزه سفارت پاکستان در اونجا روان میکنه و از اونجا که بیم ما باید درفتن هم کی جی بی یک دفعه داخل کی جی بی و سفارت ما فقط 5 دقیقه رای پیاده را داشت، فاصله داشت. یعنی با باید میردم و در وقت آخر هم باید من میامدم. شما رو به خدا میره امیر کدام انصاف قبول میکن؟ من آدم آدم پس نگویم خیلی چی بگویم. و بعد به جزای خودم رسید، اینطور نبوده با همون تا جزا را دید که بده چوید داود خانش همی کار در حق مکت یک سال مرد در خانه شان فقط به خاطر ازی که امر دیر قبول نکنم که من برم در پاکستان همونجا سازندگی کنم برای خوشی از امونا. من نرفتم همی چیز قبول نکنم و این در زندگی خود همی بی پیر نه نشنیده بود داود دیوانه در زندگی خود نشنیده بود و 23 سالگی آدم جنرال شده. ما پس برمیگردم به موقعیت کاری شما در سفارت افغانستان در ماسکو. بله. آیا شما دو سوال همیشه در ذهن من میگرده این مورد؟ یکی که دانشی که شما داشتین، فهمی که در زبان روسی داشتین، آیا در سطح شما در سفارت کس دیگه وجود داشته که حداقل امو کار سفارت و چیزایی را که شما مسئولیت داشتین پیش ببره؟ یکی و دیگر روابط کاری شما تا چی حد عمیق بود که شما از رازهای دولت افغانستان خبر شوین که بزور به آیسای پاکستان گفته باشین؟ یعنی ادعاهای البته نظر من نیست، این چیزاییست که من در فیسبوک میخوانم و از شما میپرسم که شما تا چی حد با مسائل
رازهای درونی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت وقت افغانستان آگاهی داشتین که بازور به آیسای پاکستان برسانین و دیگه در اون موقعیت کاری که شما بودین، آیا دولت افغانستان یا بهتر بگوییم حزب دموکراتیک خلق افغانستان از وجود و دانش شما استفاده می کردن و شما یا ای که شما را نوازش کرده بودن یا ای که امو چیزایی که خودشان میگن که تصور میکنن که هر دانشمند، هر هنرمند و هر کسی که در افغانستان کار میکرد باید مدیون حزب دموکراتیک خلق افغانستان باشه که افغانستان در قبضه گرفته بودن. اینا سوال ما ایست که اونا مدیون شما باید باشن با فهم و دانشی که داشتین یا ای که شما باید مدیون از اونا باشین و تا چی حد رازهای درون حزب میفهمیدین؟ یک چیز برای شما من یا جان بگویم که کسایی که در سفارت بودن بجز یک نفر عنایت مدنی که او به حیث مستشار سفیر کار میکد، و سفیر اگر نمی بود هم او وکیلش بود هم کار میکد، اونم نفر از لحاظ دانش هم دانش انگلیسی هم دانش فارسی و هم دیپلمات واقعی بودن. دیگه کسایی که بودن زبان مادری خود درست نمی فهمیدن. منیجه جان زبانهای دیگر خوبان شما زبان مادری خود درست نمی فهمیدن دست از لحاظ سواد و اینا. و امیر ما بر شما بگیم که اینا مدنی را یک چیز سهوی بود یا بدگمانی بود یا چی بود، هر چیزی که بود یک ماباد تو ماباد دستش از کار گرفتن و افغانستان آمد و موضوع محاکمه و چیزایش بود، همگیش بخیر ما که به خوبی گذشت، هیچ نوع مشکلات و چیزی نبود. تا آخرم تو 100% معلوم نشد که جرم از چی بود که با تمام اطمینانی که به او داشت، یعنی سفیر در قیاب سفیر کارهای سفیر خودش اجرا میکرد، چطور شد که او را از اومجه ببرن؟ در حالی که آدم بسیار فامیده و بسیار دانشمند، به انگلیسی بسیار وارد آدم بود. او که رفت امی موضوع بولتن اخبار افغانستان این به دوش ما ماند که ما باید ما چون یک وقت نشرات خارجی رادیو افغانستان کار میکردم، در اونجا پروگرام فرانسوی، انگلیسی، عربی، روسی، اردو همه پروگرام ها در اونجا بودن و در اونجا تقریبا یک سال دو سال ما به حیث مدیر شعبه کار کردم. همه چیزها را کم واره بلد بودم. همه بولتن اخبار سفارت ما بعد از مدنی همون را اداره کردم برای چند وقتی که بودم اونجا. چی بودم دیگه وظیفه ما مرا به حیث سکرتر دوم کلتوری روان کرده بودن. اونجا رفتم یک نفر به نام زفری مظفر یا زفری بود، امو سکرتر کلتوری بود. باز رفتم در شعبه از اما گفتم که جانان وظیفه چی هسته؟ باز او وظایف خود را گفت و باز چی کرد که گفت که امرای متعلمین و مخصوصا شعبات حزبی و از اینا ما سر و کار دارم. گفتم خوب، یعنی موضوع حزب و چیزا هم در کار شما شاید؟ گفت بله. گفتم قربانم کارتان از دل بیغم ادامه بکن، هیچ نوع ترس و بیمی از من نداشته باشین که آمدم جای شما را بگیرم. و بیچاره بسار وار خطا شد که این یک نفر به جای من روان کرده. ما گفتم کارت ادامه بده برزی که من در مسائل حزبی هیچ وارد هم نیستم و اونجا کار کرده نمیتونم. آمدم و میگه یکم بولتن هم میکشیدم، یکی سفیر بسیاری وقتا ملاقات میداشت دونمونجا اکثر وقتا یا به زبان روسی یا به زبان انگلیسی یا یکی دوبار امرای سفارت هندوستان امرای سفیر هندوستان اینا ملاقات کرد، به زبان اردو و هندی ما هم چیز ترجمه سفیر صاحب چی میکنم و بازم راپورش با وزارت خارجه روان میکنم که با کی ملاقات کرد و اونا چی پرسیدن و سفیر صاحب چی جواب داد و دعوت به چی فضا گذشت. همینا را نوشتم میکنم که همی وظیفه بود. یعنی در سفارت ما کسی را ندیدم که به زبان روسی یا به زبان انگلیسی آشنا باشه. من گفتم که بسیاری های زبان مادری خودم درست نمی فهمیدن، با اساس درجه های حزبی و قربانی های حزبی و هر چیزی که بوده با مو اساس آمده بودن. آمازم در ایسته راز در
خود هیچ نوع راز ما ندیدم که چی باش خمس مجرد در اخبار بولیتن میکشیدم دو کدام رازی نبودم. خبرهایی که در افغانستان میشد او را باختر آژانس روان میکد به تاس، تاس اداره روسی اخبار و چیزا بوده به تاس روان میکد، اما اخبار به انگلیسی اونجا روان میکد، باز تاس روان میکد برای سفارت ما، ما باز به اونجا ایره به سفارت های دیگه و خبرهایی که مورد پسند ما بود و ما فکر میکدیم که لازم است سفارت ها دیگه ارزمی چیز با خبر باشن، اما رو باز ما ترتیب میکدم و بازی وقتا خبرهای بسیار مفصل میبودم اونها رو خلاصه میساختم و اونها رو روان میکدم. و یکی نمی ترجمانی خود سفیر بوده امینا را چی میکدم دیگه کدام راز نبوده اونجا که من بود راز یک جایی افشا کنم. در افغانستان که بودم هم در درک شعبه من نبودیم که در اونجا رازهای عجیب و غریب بوده باش که من را افشا کنم. خب خیلی شد که دکتر سب چیزی هم بکنیم منامی بو صاحبا همگیش موجود است در رادیو، در یوتیوب، در اینا، در همه جای یک کلمه مخالف مصالح ملی افغانستان برای ما اینا بگوید که توی نگه بزدی چه رو زدی. خب سپاس از شما دکتر سب. یک بخش سوالایم تمام شد در رابطه با کارکردهای شما در خود سفارت افغانستان در مسکو و خاطره زشتی که از دکتر نجیب داشتین شما.